کشور عزیزمون ایران وارد پویش خودجوش انقلاب شده و هیچ سازشی بین حکومت و جامعه امکان پذیر نیست. روزنامه لیبراسیون چاپ پاریس علاوه بر سر مقاله، عنوان و عکس اصلی روی جلدش چند گزارش هم به ایران اختصاص داده از جمله مقاله به قلم فرهاد خسروخاور جامعه شناس با عنوان از نافرمانی تا انقلاب. به گزارش رادیو فرانسه لیبراسیون در سر مقالش نوشته رویدادهای جاری ایران از مرحله اعتراض عبور کرده و تظاهر کنندگانی که به خیابون ها سرازیر میشن و خواستار پایان یافتن رژیم روحانیون هستند بیش از پیش وارد یک پویش خود به خودی انقلاب شدند لیبراسیون تصریح کرده خود رژیم جمهوری اسلامی ایران هم متوجه این پویش و دگردیسی شده و از جمله نشانه هاش خشونت و سرکوب شدید حکومت برای مقابله با تظاهر کنندگان و صدها قربانی این خشونت. فرهاد خسروخاور هم در مقالش با دوربندی خیزش جاری ایران نوشته اعتراض های سراسری این کشور از هفته گذشته و با پیوستن بازار سنتی و کارگران به اعتصابات وارد مرحله نوینی شده خسرو گفته از این پس سیاست مستقیما در چیزی که او خیابان خشمگین علیه حکومت مرگ نامیده رقم میخوره به گفته فرهاد خسروخاور از این پس هیچ گفتگو و در نتیجه سازشی بین حکومت و مردم امکان پذیر نیست. او با اشاره به کودتای مجریان و دستندرکاران صدا و سیمای منفور ملاهای ایران ورود تانکای سپاه به خیابونهای کردستان و قیام میلیونی مردم ایران در خیابونهای تمام کشور معتقد حکومت اسلامی که طی دهه ها تمام گروه های میانجی جامعه مدنی را نابود کرده به دلیل مدیریت مرگبار اعتراض ها ها و رفتارها و اقدام خشونت آمیزش در قبال جامعه حالا نمیدونه که طرف او که بتونه جامعه منترز و نمایندگی کنه کیست؟ فرهاد خسروخاور اضافه کرده مطالبات مردم بیش از پیش رادیکالیزه شده و رژیم اسلامی معتقده هر گونه سازشی از جانب او از طرف جامعه معترض نوعی نشانه ضعف تلقی میشه که حاصلش جز رادیکالیزاسیون بیشتر اعتراض ها و مطالبات نیست. به گفته فرهاد خسروخاور با این حال و به رغم سرکوب سیاه حکومت جنبش جاری ادامه خواهد یافت چون احساس زیستن در ای بدون حال آینده و در عین حال سرکوب کمترین نشانه ای از مخالفت قانونی باعث شده که خیابون به تنها مکان بیان اعتراض های جوانان و غیر جوانان بدل شد. به گفته فرهاد خسروخاور رژیم اسلامی برای جوانانی که دائما سرکوب میکنه پیام آور هیچ امیدی نیست از این پس راه های گفتگو و سازش مسدوده و خشونت رژیم اسلامی مثل ماری که دوم خودشو میگزه به ضد اون بدل شده. رژیم هرچه بیشتر سرکوب کنه بیشتر جامعه رو به اسیان با داره و همزمان کوچکترین روزنه های سازش با یک حکومت منفور رو مسدود میکنه. به گفته خسروخاور رژیم اسلامی میپنداره که میتونه سناریوی سوریه رو در ایران پیاده کنه اما اگر اعتراض ها چند هفته دیگه ادامه پیدا کنه آثار فرسودگی در بین نیروهای سرکوب تدریجا آشکار میشه و پدیداری این آثار پایان رژیم مرگ فقها در ایران رو اعلام خواهد کرد. علی رضا بیگی نماینده ای مفخور تبریز به روزنامه اعتماد گفته این روزا حجم از بین رفتگان در کشور بالاست و کسی نیست توضیح بده چه کسانی مردم رو از بین بردن و خانواده ها را ازادار کردن. از طرف احمد وحیدی وزیر مزدور کشور هم هشدار داده دشمن آخرین ذخایرش رو به کار گرفته و میخواد با خیالی باطل بین نظام و مردم فاصله ایجاد کنه. پناهندگی رئیس فدراسیون بوکس، استعفای رئیس بوکس، عزل شهردار ساری و ابهر، ازل رئیس پلیس زاهدان، ازل استاندار تهران، استعفای مجریان صدا و سیمای حکومت و آخرین مورد استعفای رستم قاسمی فاسد وزیر راه و شهرسازی به بهانه بیماری رویدادهایی است که اخیرا اتفاق افتاده و احتمال داره با افزایش فشارهای خارجی وضعیت رژیم وخیمتر شه با وجود شدت گرفتن سرکوب مردم توسط رژیم دجال جمهوری اسلامی اما نه تنها بعد از دو ماه هیچ نشانی از خاموش شدن خیزش سراسری وجود نداره بلکه علاوه بر اعتراض تجمعات خیابانی گروه های مختلف از جمله رانندگان کامیون کارگران پتروشیمی و ماشینسازی ها هم در حال پیوستن به اعتصاباتن تداوم وضعیت انقلابی در شرایطی که علی خامنه ی زحاک به هوادارانش وعده داد بسات این شرارت ها به زودی جمع میشه. او ادعا کرد اونایی که کف خیابونن حقیرتر از اون هستن که به نظام ضربه بزنن. خامنه تأکید کرد تا این ساعت به همدلله دشمن شکست خورده. این در حالیه که علیرضا بیگی نماینده مفخور تبریز گفته این روزها حجم جان باختگان در کشور بالاست هیچ کس هم نیست جواب بده مقامات مزدور جمهوری اسلامی مدام اصرار دارن بگن اوضاع رو تحت کنترل در آوردن و اعتراضات متوقف شده مسعود ستایشی سخنگوی مزدور قوه قضاییه جنایتکار رژیم میگه دشمن از عدم همراهی مردم ایران اسلامی خشمگینه دشمن از شکست اعتراضات خوانده شده عصبانی برنامه دشمن این بود که عموم جامعه را با شبهات پی در پی و با جنگهای ترکیبی به صحنه بیاره و از ظرفیت مردم برای اعتراض به بعضی نهادها استفاده کنه اما موفق نشد اما جالب اینجاست که واقعیت اینه که نه تنها شدت بخشیدن به سرکوب ها و کشی به شهرها با دوشکا و ادوات زرهی نتیجه نداده بلکه با تداوم اعتراضات ریزش ها در بدن این نظام هم سرعت پیدا کرده پناهندگی رئیس فدراسیون بوکس استعفای رئیس بوکس و مواردی که اول گزارش بهش پرداختم رویدادهایی که اخیرا اتفاق افتاده و احتمال داره با افزایش فشارهای خارجی وضعیت رژیم وخیمتر هم بشه در این بین پارلمان اروپا ضمن اعلام مخالفت با صدور احکام مرگ و سرکوب خشن اعتراضات در کشورمون اعلام کرده تا اطلاع ثانوی اعضای هیئت ها و کمیته های پارلمانی با مقامات ایران در تماس مستقیم نخواهند بود همزمان پایگاه خبری آفتاب هم نتایج یک گزارش پژوهشی رو منتشر کرده که در آن اومده برخلاف اعتراض های ده محور پیشین ویژگی جنبش های اخیر به این شرحه. به نظر میرسه ویژگی های دوره جدید اعتراض ها از این قرارند. کسرتگرا، کلانگرا، سایبرپایه، غیر نهادینه، فشرده در زمان وقوع اعتراض ها، انتشار سریع کنش جمعی، عدم سازماندهی، نبود نقش رهبری، تاکید بر تغییر بنیادین نظام سیاسی، حمایت حد اکثری لایه ها و گروه های مختلف اجتماعی سیاسی و پشتیبانی حد اکثری از طرف مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی در خارج از کشور ضمنا در بخشی از این گزارش هم تاکید شده در دوره جدید برخلاف قسمت ده محوری دسته اول جزرومت های اعتراضی در فواصلی دو یا سه ساله تکرار شدن و ممکنه در آینده نزدیک این فواصل به دو تا سه ماه هم برسند. این امکان در نارامی های جدید در شهری و ماه 1401 بسیار بارستره.